به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک، به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. سلام و هزاران سلام خدمت تک تک شما دوستای نازنینم در هر جای که هستین، انشالله که جور و صحتمند و سرحال و خوشحال باشین و این روز به بسیار خوبی خوشی آغاز کنین و به پایان برسانین. همچنین که خوش آمدین در برنامه، تا پایان با ما باشین. به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزیده عیب پوش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تمامی شما دوستای نازنینم، به همه شما خوبا. امیدوار هستم که یکی دیگه از روزهای خوب، یکی دیگه از روزهای عالی هفته را با لبخند زیبا شروع کرده باشید. سلام. نارنجی ادامه. ادامه چی؟ ادامه سلامت. ادامه نداره سلام منه مقش. یک سلام خالی نارنجی چی شده؟ دیگر روزا سلام مریم جان، سلام مریم جان. هیچ چیز نشده، چی شوه؟ همیشه این گفت سلام دوستای نازنینه. بله. انشالله که جور صحتمن باشین، همیشه بر دوستای ما گپای خوب خوب میگفت. بله با خود ما. امروز بله امروز چی شده نارنجی ده؟ بله نه با خود ما صحبت میکرد. خوب هستی مریم جان؟ خوب هستی غزل؟ من امروز یک تصمیم بسیار جدی گرفتیم. دیدی ما گفتیم یک چیزی شده؟ بله یک گپ شده بود. بله چه تصمیمی؟ تصمیم گرفتیم که دیگه تلویزیون شای نکنم. چرا؟ از خاطر که باعث میشه من از درسایم پس بانم. نارنجی یعنی اصلا هیچ وقت هیچ وقت یعنی که تلویزیون بیخی حس میکنه اصلا نمیخوای ببینی؟ تلویزیون هیچ وقت شای نمیکنم. تلویزیون باعث میشه که من از درسای خود پس بانم. از درسای خود پس کنی؟ ولی نارنجی یک تصمیم دیگه هم گرفتیم که دیگه هیچ وقت ورزش نکنم. ورزش تو نارنجی؟ از خاطر که وقتم از یاد میگیره. یعنی هر کاری که وقتت گرفت دیگه نباید بکنی، نان نباید بخوری دیگه پس؟ بله. نه نارنجی نانم نمیخوایی بخوری؟ ورزش کردنم میگم، تلویزیون شای کردنم میگم و از همه مهمتر خب دیگه کته دوستام قبل دیدم که من دیگه نمیتونم با شما دوست باشم. نارنجی سر کلتون خط کشیدم، سر شما دو تا هم خط کشیدم. نارنجی خط کردیم همه که مانده تا آخر برنامه بی کامل خط خطی میشه نردیتون. نارنجی نارنجی سعی کن حتی ما و تو رو خط کشه سر ما. نه خب بعضی وقتا نیاز است که آدم تفریح بکنه، بعضی وقتا لازم است کدام تلویزیون سعی کنه. بله نه خیلی زیاد، ما نمیگیم زیاد سعی کنن دوستای ما. بعضی وقتا لازم است آدم ورزش بکنه. باید با دوست صمیمی خودت ذره باشه. بله ورزش کردن خوبه. بله مریم اگر دیتونه میگم خب من کم برم که دوستام گپ بزنم، یه عالم دیگه که از واقع گپ میزنم باز اون وقت من میگیره باش میشه دیگه من نتونم درس خود خوب بخوانم. یعنی که نارنجی توی کارا را نمیخوای بجاش انجام بدی، بجاش میخوای درس بخوانی؟ بله این کارا را اصلا ارزش نمیتم، انجام نمیتم و شما بهتر است دیگه که من گپ نزنین زیاد. خوشم نمیاد مریم جان، میخوایم درس بخوانم فقط. مریم جان بله غزل، یک گپ متوجه شدی؟ نارنجی میخوای درس بخونه. درست است، تصمیمی که گرفته یک تصمیم خیلی خوب است. میخوای از این به بعد بیشتر وقت خود طرف درس خواندنش بره، ولی یک ذره راهش، یک ذره طریقش غلط است. بله غزل جان، به نظر ما به خاطر که درس خواندنش خوب هدف بسیار خوب است که درس بخونه، معلومات رو بالا ببره، لایق باشه، بایستیدار باشه. اما اینکه تلویزیون رو قطع کنه چی گفتی؟ ما سعی کنیم نیاز داریم یکان کارتون سعی کنیم. ببین نارنجی جان یکان کارتونی هایی که خوبش باشه، کارتونی هایی مثلا فیلمی باشه، یکان فیلم هایی آموزنده باشه. بله اینا رو آدم ببینه برای روحیت هم خوب است. بله یا مثلا دوستای ما که هر چی که باشه. نارنجی هر چی باشه، هر تصمیمی ما گپ نزنین، ما این تصمیم خود گرفتیم و تصمیمم نهایی شده. نارنجی یعنی دوستای ما وقت نارنجی چی میگی؟ دوستای ما وقت برنامه تلویزیون رو نبینن، وقت برنامه کودک نوجوان خود دوستای ما ببینه، چی ربطی به تصمیمی ما داره؟ نه خب تو میگی که درس خواندن، خب اگه یک نفر بخوای مثل تو درس بخونه خب ای کار یعنی انجام بده؟ بله خود دیگه من اشتش ناشتم.
یعنی نارنجی؟ یعنی تو دیگه اصلا نمیخوای حتی برای 5 دقیقه کمتر از 5 دقیقه یک قدر وقت خورد بازم نمیخوای تلویزیون ببینیم؟ اصلا نمیخوام دیگه تلویزیون ببینم. خب تلویزیون خب... دیدن به هر حال یعنی اما قدرک وقتم حتی کمتر از او نمیخوای با دوستات باشی؟ دوستا که اصلا نه این نمی دوستا زیاد وقتی مرا گرفته همیشه میرم که دوستا ما گپ میزنم که فولادی میرم هرجی ما میریم دست خواندن میریم دست خواندن نه گیم زدن یا نه گیم زدن میریم تلویزیون شای میکنیم والیبال شای میکنیم والیبال میکنیم بوجه نمی کل وقت ما میگیره دیگه نارنجی یعنی حتی فولادی حتی گرگک حتی من حتی مریم ببین غزلک من میان کتابای ما آوردم در میان بنام کتاب میخوانم فهمیدی؟ ببین غزل جان میخوانم. دیگه نمیخوانم که تما زیاد گپ بزنیم وقتی من نگیرین شد نارنجی 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 بله چی میگه؟ مریم چی میگه؟ سیکو نارنجی جان خب تو این روز دیگه سر ما و غزل جانم حتی خط کشیدی سر دوستای ما خط کشیدی سر کلی که خط کشیدی که دیگه دوستشان نباشی سر تلویزیون خط کشیدی که دیگه تلویزیون نبینی فقط درس بخونی خب ببینی غزل جان چی بهتر است که امروز درباره دوستی گپ بزنیم خوب است دیگه که مطمئن هستم مطمئن هستم اما وقتی که ما در مورد دوستی صحبت بکنیم که دوستی چیست و دوست خوب کی است 100% نارنجی از نظر خود صرف نظر میکنه انشالله که صرف نظر کنه خیر ما تصمیم خود گرفتیم جد میبینیم نارنجی میبینیم بس میبینیم بله تا وقت دوست ازم بره ما و شما این کارتون رو برگر که شوخه ببینیم زودی بعد میگردیم دوستای نازنینم گفتیم که موضوع امروز برنامه ما هست دوستی چیست و دوست کیست پس بریم طرف تعریفی از دوستی خوب است؟ بله غزل جان خب دوستای نازنین ما میفهمه که ما انسان هستیم و موجودات اجتماعی هستیم بله نمیتونیم به تنهایی خود زندگی کنیم دقیقا به خاطر نیاز داره به خاطر زندگی کردن ما به خاطر خوشحال بودن ما نیاز به دوستای بسیار خوبی داریم بله. ما باید دوستای بسیار خوبی برای خود ما پیدا کنیم تا اینکه تنها نباشیم مثل بله. که نارنجی میخواد که تنها باشه بعد از این بسیار خوبش تنها خب خیر است مشکلی نیست من مطمئن هستم نارنجی تا آخر صحبت ما کاملا حرف خود پس میگیره گپ بله. میگیم که دوستی رابطه ای است که دو طرف است بین دو دانه دوست و همچنین با شناخت و با حفظ احترام دو طرفه و بر روی یک حس خیلی خوب و روی محبت پایه‌گذاری میشه یعنی چی؟ یعنی دو نفر وقتی با همدیگه دوست هستن باید خیلی چیزها را به قول ما احترام ماندن میشه باید یکدیگه حفظ بکنن یعنی که به یکدیگه احترام بارن باید به همدیگه محبت داشته باشن بلی. و همچنین که این رابطه خیلی خیلی محکم باشه بله غزل جان همچنین که دوستی رابطه است که دو دوست داشتن وجود داشته باشه دقیقا. اگر ما با هم دیگه دوست باشیم هم دیگر دوست نداشته باشیم خب بازم نمیشه اما اینکه از قلب یک نفر دوست داشته باشیم میتونه به او احترام داشته باشیم من فولادی جان چی 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 هیچ ما هیچ چیز نگفتم هیچ نگفتی یعنی ما هیچ نشنیدیم حتما نه ولی به نظر من که یگان چیز گفت مثل فولادی تنها باش آدم خوبش بله باز هم بگذاریم خیر است انشالله که فولادی نارنجی جانم میتونه که تا آخر برنامه با ما باشه و گپای ما رو بعد قد گوش بگیرم انشالله که تغییر کنه نظرش شما رو خط خطی کردیم خیر مشکل نیست میبینیم تا آخر برنامه نارنجی و دیگه ای که بگم دوستی یعنی خیلی چیزا یعنی یاری یعنی رفاقت یعنی محبت یعنی با هم بودن یعنی صمیمیت و اینکه نارنجی ما یک تفاوت داریم خب بین تمام دوستای ما خوب. یک دوست ما هست دوست است عادی است فقط نام دوست سرش است بله. یکی دیگه است که دوست خوب هست همیشه فولادی چی؟ هیچی هیچی تو شنیدی مریم؟ شنیدم دقیقا نارنجی شنیدم ما شنیدم ولی باز هم مثل دفعه قبل میگذاریم بله آقا غزل جان همچنان که دوستی یا یک نفر که ما دوست داریم یا او دوست ما هست یک هدیه گران قیمت یا بسیار مهم است برای ما بله. که حالش را باید بفهمیم میتونم در غم شادی با او یک جایی باشه میتونم که بگم یک دوست بسیار دلسوز و مهربان است برای ما که در غم و شادی همراه ما یک جای است خصوصا در غم ها که انسان ها نیاز داره کسی در کنارش باشه تسلا بده بر از او پس میتونیم یک دوست خوب زیبا برای خود انتخاب کنیم داشته باشیم مریم به چیزی مشنا اومد
از این طرف است. نارنجی چیزی گفتی؟ نه خیر، هیچی نگفتیم. بله احساس میکنم باز نام یکی از دوستایی شنیدو ما. چی شنیدی؟ نام یکی از دوستایی ته. دوستای مرا؟ بله. اصلا نشنیدی. خواهش. من دوست یاد دارم، ولی دیگه دوستم نیستن. بله خیر، باز من تصمیم گرفتم تنها باشم. بله میبینیم. بله باش باز میبینیم که نارنجی چه قسم به تنهای خود میتونه گزاره کنه. بله بریم طرف ازی که همه انسان ها نیاز به دوست دارن، چون که در اول هم قسمی که گفتیم همه انسان ها موجود اجتماعی هستن و نیاز دارن که با یک نفر صمیمی باشن، با یک نفر دوست باشن، بتونن با اون صحبت هایشان بگن، بتونن با اون راحت باشن و در کل مهمتر از همه بتونن با اون صمیمی باشن. کتابم دوستم است. کتابای؟ خب خوب است، کتابم دوستم گفتن میشه. بله کتاب خوب است، اما انسان به دوست دیگه هم نیاز داره. بله در اینجا حضرت علی علیه السلام فرموده که کسی که دوست صادق و خوب خود را از دست بده مثل این میاست که شریفترین اعضای بدن خود را از دست داده باشه. یعنی که دوستی اینقدر مهم است که انسان اگر خدای نخواسته یک دوستی که بسیار دوست داره، بسیار خوب است، مهربان است، اگر او را از دست داد، یعنی که یک اعضای مهم بدن خود از دست داده باشه. بله. اینقدر مهم است. بله. مریم جان، بله. یک چیزی که خودت صحبتی از امام علی علیه السلام بود گفتی درست است؟ یک چیزی را آدم متوجه میشه. امام علی علیه السلام گفته بود دوست خوب. بله. پس یه تفاوت هست بین دوست و دوست خوب. یک دوست هست بیشتر که گفتم، ولی یک دوست خوب هست. با سعی بکنیم که دوست خوب خدا با دوست بعد ما تشخیص داده بتانیم. نارنجی تشخیص؟ بله دوست؟ بله. یعنی که بتونیم از همدیگه جدایشان بکنیم. برای اصلا فرق نمیکنم، من سر کلگیشان خط کشیدیم، خوب بد صمیمی کلش. این کارات خیلی بد است نارنجی. دوستای بد ما دوستایی که اگه ما را از درس بخواین دور بسازن، البته به منظور تو نه ها، مثلا این که بعضی وقتا ما میخوایم واقعا درس بخوانیم، زمانش است که درس بخوانیم، تفریح ما را هم کردیم. شکر خجلک نارنجی، من گپ ما بزنم بعد. خب زمانش است که ما گپ، زمانش است که ما درس بخوانیم. اون وقت بیای ما را از درس بکشه، اون میشه دوست بعد. چه کوچی میگو؟ بله. همین فولادی مرا میگه بیا بریم والیبال. خب همین مرا از دست مانده دیگه. نه نارنجی، اون گپ نیست. شاید همون وقت تو درس خود انجام ندادی، درست است؟ درس خود انجام ندادم چرا؟ خب گوش کن نارنجی ببخشید. یک زمان هست که واقعا تو نیاز داری به تفریح کردن. اون وقت هست، وقتی فولادی تو میگه بیا بریم والیبال بازی کنیم، تو باید بری. همه انسان ها به غیر از اینکه به کار ضرورت دارن، به اینکه درس بخوانن ضرورت دارن، به تفریح هم نیاز دارن. شک و خجلک، تو خوب راش میگی. خب از خاطر که وقتی من کارخانگی خود خلاص کنم باش فولادی میاد که بریم والیبال. خوب بله، پس فولادی دوست بد نیست. وقت کار خودم میفهمم، وقت درس خواندن جداست، وقت بازی کردن جداست. بله پس فولادی جان یک دوست سر خوب برمارین چی هست؟ بله دوست به دوست، من تصمیم خود را گرفتم دیگه. های های فولادی چقدر دلسوز است، چقدر مهربان است، به خاطر نارنجی چقدر کارهای خوب میکنه. میخوای که نارنجی جان اصلا دل سرد نشوه؟ بله بله افسرده نشوه؟ بله. اما نارنجی خوب دیگه، من تصمیم نهایی خود را گرفتم دیگه. شما شاید تصمیم من قبل نجنید. خب مریم جان و نارنجی جان، خیلی صحبت هم مانده در مورد دوستی و دوست. بله به نظرم بهتر است بریم یک میان برنامه ببینیم بعد از صحبت. بله بریم یک کارتون زیبا ببینیم با هم دیگه. خب دوستای نازنینم تشکر از اینکه تا لحظات با ما هستین. بریم طرف خصوصیات دوستای خوب که چه خصوصیاتی داشته میباشن. بله ببینیم که دوستای خوب باید چه قسمی باشن. بله. چه خصوصیاتی را داشته باشن. البته بگیم خصوصیات دوستای خوب خیلی خیلی زیاده. بله ولی ما چند تایشان را به طور نمونه میگیم، همون مهمترین هایشان. بله خسر جان، اولی که یک دوست خوب وفادار است. بله. یعنی وفادار بودنش یک چیزی است که وقتی که انسان هیچ وقت تنها نمیمونه، نه در غم نه در شادی، در هیچ وقت تنهایش نمیمونه، همیشه وفادار است، همیشه کمک میکنه، همکاری میکنه. با فولادی چی گفتی؟ هیچی نگفتم. هیچی نگفتی؟ فولادی
حتی اگه غزل جان اگه خدای نخواسته کسی دیگه پشت سر یک دوست ما اگه چیزای بد بگویه، ما باید جلوگیری کنیم و نمانیم که پشت سرش گپای بد بزنه یا سرش تهمت بزنه یا کدام گپای بد شایعات پشت سرش بزنه. بازم مثل فولادی. بله باز هم مثل فولادی. فولادی جان قن. بله ما هیچ چیز نگفتم نگوشای تا نتمن آمده حتما دیگه خوب دیگه خوب خیر است ما مگذاریم. بله بله دوستای نازنین ما کسایی هستن که ما هر وقتی که اگر ما خود ما نباشیم هم میتونه که از ما دفاع کنه. بله. از حق ما دفاع کنه حتی در هر شاید با ما هستن و هیچ وقتی هم پر سر ما گپای بد نمیزنن با وجودی که دوستا با همدیگه ناراحت میشن عصبانی. بله. میشن جنگ میکنن اما با همدیگه پر سر همدیگه تهمت نمیزنن گپای بد نمیزنن بدیش نمیگن پس از این مورد میشه که یک دوست خوب تقسیم باید باشه. بله مریم جان خودت. بله. گفتی که دوستای خوب پشت سر دیگه گپ نمیزنن. بله. درست است و به نظر من وفاداریشون از روی یک چیز دیگه هم ثابت میشه. از اینکه وقتی در یک جمعی قرار داشته باشه و یک نفر آمد در مورد دوست خوب از او یک. بله. چیزی گفت، یک شایعه درست کرد، یک حرف بدی زد، حتی گفتی که دفاع باید بکنیم، درست است؟ بله. اول دفاع میکنیم، دومی که نباید و حرف ما باور بکنیم چون که ما دوست خود خوب میشناسیم. پس اینجاست. بله. که وفاداری دوست معلوم میشه. بله، بریم سر خصوصیت بعدی یک دوست خوب چه قسم است؟ میگه بله. با گذشت است. خب چه قسم است آزل جان؟ بله مثل گرگک. بله، ما هنوز شروع نکرد توضیح نداده نارنجی وقت فهمید که کدام دوستش با گذشت است. بله بله نارنجی ما هیچ چیز نگفتیم. هیچ چیز نگفتیم. ما هیچ چیز نشنیدیم. مریم در گوشای تا نتیم. بله گوش من مشکل داره، گوش مریم مشکل داره، گوش دوستای من حتما مشکل داره دیگه. شاید کل ما گوشای ما مشکل داره. هیچ نارنجی هیچ چیز نمیگه، ما نمیشنویم. بله. خیر است خیر است میگذریم. خوبش نشنویم که بله گفتیم که خصوصیت یک دوست خوب یه است که باید با گذشت باشه. یعنی چی؟ یعنی که بین دوست ها درست است شاید بعضی وقتا ناراحتی پیش بیایه، حال مقال صورت بگیره یا حتی بینشان جنگ شوه، ولی باز هم دوست صمیمی یا دوست واقعی بگم بهتر است. دوست واقعی دوستی است که گذشت بکنه، ببخشه، بگه خیر است، دوستم است. بله. مشکلی نداره. بله. پس بفرم. بله، انسان ها کسی همیشان شاید خطایی کنه، اشتباهی. بله. کنه، اما دوست خوب کسی است که میبخشه. اصلا نمیمونه که تو از او مزد خواهی کنی و زیاد پیش اصول کنی که مرا ببخش، او خود به خود میبخشه بخاطر که تو رو دوست داره و دوست خوب تو هست. باز مثل گرگک. گرگک. این دفعه ما چیزی نمیگیم چون دوستای ما کاملا شنیدن. بله. چی گفت. بله خیر است. بریم طرف ادامه خصوصیت یک دوست. بله یک دوست خوب بخشنده است. بخشنده خو از نامش پیداست که چیزی که داره رو میبخشه. مثلا اگه یک چیز بسیار کمی هم داره فرض مثلا یک قلم در نظر میگیریم یک دوست خوب ما خارپشتک زیاد دوست دارم. خارپشتک. خب خارپشتک نارنجی چقدر بخشنده بوده. بله. حتما. بله دوست نارنجی خارپشتک. من چیز نگفتم چرا شما چرا پیش خود هر گپ جور پدرشتین. ما هیچ چیز نشنیدیم. گفتم که دوست خوب چی است؟ بخشنده هست. وقتی که حتی اگه یک چیز بسیار کمی هم داشته باشه برای دوست دیگه خود که او رو زیاد دوست داره برش میبخشه. حتی فرض مثال گفتیم یک قلم باشه. بله. حتی در مکتب یک بیسکیت باشه. دقیقا. بر دوست خود میتونه میگه خب تو مقدار از بیسکیت ما بخو بخاطر اینکه تو کم گشنگیت مثلا رفع شوه. پس از این مورد میشه که دوستای خوب ما باید بخشنده باشه و ما هم بخشنده باید باشیم در مقابلش. بله دقیقا. بله. خب 100% معلوم است وقتی که یک نفر بیاد مقابل ما بخشنده باشه ما هم همچین کار رو انجام میدیم. بله خسر جان دقیقا حتما. بله. دقیقا. بله یکی از خصوصیت دیگه دوست خوبی است که قابل اعتماد است. بعضی وقت آدم ناراحت میشه. بله. یا در کل بغیر از وقتایی که ناراحت میشه نیاز داره با یک نفری که باش درد دل بکنه، نیاز به یک نفری داره که کلی صحبت بکنه، میشه دوست خوب. مثل مریمک. بله مثل سمن. مریم. بله حتما مرم میگه دیگه. بله مریم هم میگه دیگه. من هیچ چیز نگفتم. بله دواره من گب نزنین. من مریم هم چیز نگفتیم. آه مریم هم چیز ما نشنیدیم. ما هیچ چیز نشنیدیم. خوب است که نشنیدیم. نشنمین هیچ وقت. درست است مشکل نیست. گفتیم دوست خوب یا دوست واقعی دوستی است که قابل اطمینان باشه. یعنی صحبتای رو که ما باش میکنیم، درد و دلی که ما باش میکنیم، بعضی وقت از روی ناراحتی باش صحبت میکنیم. بله. اونا رو به هیچ کسی
دیگه ای نگه، مثل یک روز در پیش خودش بانه. و یا حتی بعضی دوستا هستیم، متوجه است مریم جان، حتی دوباره فکر نمی کنه با او قضیه. راشدار مثل خجل، من خجل از راشداری قبول دارم. بله، بله ایره کاملا شنیده باشین شاید دیگه. ما چی لشنیدین؟ شما چی لشنیدین؟ جود باش برم بگوییم. ایچی، 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 خوب زیاد دیگه گم نزینه نمارد ما. بله. صحیح چی نمیگیم؟ بله، ما داشتیم در مورد ازی صحبت میکردیم که دوست خوب، دوست واقعی، دوستی است که در لحظات حساس و در کل قابل اطمینان باشه. و وقتی که یک نفر ما میایم صحبت میکنیم پیش دوست ما، از روی از او صحبت ما را قضاوت نکنم. مهمترین گپ همی است. بله خسل جان، همچنین میتونم بگیم که یک دوست خوب درک بسیار بهتری داره. حتی در مورد هر موضوعی که باشم، هیچ وقت گپای ما که مثلا ما یک گپ بزنیم یک کار انجام بتیم اصلا بدون از اینکه بوفامه یا سوال کنه ما رو قضاوت نمیکنه، باید پرسان میکنه که خب چی گپ شد، از چرا این کارو کردی، یا فرض مثلا یک اشتباه ما انجام میدیم از ما پرسان میکنه، سوال میکنه، دلیلش هم میپرسه، بعد از اون پاسخ یا قضاوت کرد خونه خوب، اگه نکرد هیچ. یعنی که درک داره، یعنی که مهربان است، قلب پاک داره، هر کاری که ما انجام بدیم دوست ما داره، ما را درک کرده، میتونه مشکلات ما را، هر چیزی که ما داشته باشه. بله، پس یعنی که در کل درکش بالا. مهربان مثل توتوگک. بله، مهربان مثل توتوگک. بله. توتوگک گفتی تو؟ نه، من نگفتم، یکان تای دیگه گفتن بعضیا. خوب است. خب خیر، باز بله. هم باز مهربان هم از اول برنامه است داریم میگذریم از صحبت تای ناری. شک و خجالک. بله. تو توگک مهربان نیست؟ هست. بسیار. خب خوب است. بله خوب است. خب خوب است. یکی دیگه از ویژگی های دوست یه است که صادق است. یعنی که حتی یک چیزی رو وقتی که ما بپوشیم بگیم که او در جان ما بد معلوم شود. ما فرض مثال لباس هم میگیم، بله. یک لباس هم میپوشیم که مقبول معلوم نمیشه، دوست ما صادق برمیگرده و ما میگه که این لباس در جان مقبول معلوم نمیشه، یکی بهتر است این رو نپوشی. در کل حتی یک حرف بدی باشه، یک چیز بدی باشه در مورد ما، باز هم صداقت به خرج میده و با ما 100% صادق است. بله قسل جان. خب ما خصوصیت سرش گفتیم، یعنی چند تاشو گفتیم، باز هم خیلی زیاد است داشته باشم مثل فولادی. بله. خب قسل جان، حالا بریم یک میان برنامه ببینیم، خوب نیست؟ بله بسیار همالی است. دوستای نازنینم بریم یک کارتون زیبا ببینیم، بعد از او با ما باشین. بله با ما باشین. یعنی ما دیگه فولو دیگه که نبینم، یعنی دیگه خجل و مریم هم نبینم، یکی ایرقم خون نمیشه، وقتی که پس ناراحت هستم چطور کنم؟ زیاد شخت است کار، این تصمیم زیاد شخت است، به نظرم یک تصمیم عجولانه گرفتیم. بله، ممکن موافق بله. هستیم. یعنی بله. شما گپای ما شنیدین؟ بله، بله، متاسفانه. بله، نه خب بل شنیدیم. خب، چای که خجل کال گپای ما شنیدین، مرا کمک کنین. خب، بله. چی کمکی؟ بسیار هم خب، در همین عرصه کمکش میکنیم. بله. نارنجی، گوش کن، بعضی خب. دوستا هستن، بد هستن. ما را از درس خواندن ما دور میسازن، ما را از اینکه برای درست بریم دور میسازن. خب دور از او دوستای تخت بکشه، به گفته خودت روی از او دوستای تخت بکشه. آل فامیدم همین خروشک کش غجل. خب خب هر وقت که ما میشینیم شهر کارخانگی هایم، کارخانگی خود نشته کنیم، میگه خیر نارنجی بیا بریم بازی کنیم. خب باز خیر شب دوستاد میگیم که ما دیروز مریض بودیم. پس نارنجی بله، اینجا فامید که خروسک دوست بعدش است. بله. اول میبینه که آیا خروسک میشه حرف زدن دیگه، درست است دوستش است نارنجی، باید کلش صحبت کنیم. یک تصمیم گرفته ممیال غجلک. چی تصمیم؟ که بروم کت خروسک گپ بزنم. خب اگه خود اشلاح نکد باش دیگه کتش دوستی نمی کنم. بسیار خوب. نارنجی همه دوستای ما رو باید قسمی بکنیم. ببینیم کدام دوستای ما خوب هستن و ببینیم کدام دوستای ما بد هستن. دوستای خوب ما رو پیش ما نگاه بکنیم چون واقعا دوست هستن. ولی به گفته نارنجی روی دوستای بد ما باید خط بکشیم. بله. و بسیار خوب شد که... مریم. بله. من یک چیز امروز بسیار خوب فهمیدم. چیه؟ یکی همین دوستایی که در دور برنامه است مثل فولادی، بله. غجلک، مریمک، توتوگک،
کل اگیشان دوشتای خوبش دارم. چقدر خوب که فامیلی نارنجی دیگه. بسیارم خوبه. پس از این به بعد همه مصاحبه بکنیم کار انجام بتیم. درست است؟ چی کاره؟ دوستای خوب ما را با دوستای بد ما تشخیص بتیم. دوستای خوب ما را پیش ما نگاه بکنیم و از دوستای بد ما دوری بکنیم. بله، ما که خصوصیات دوستای خوبم بر دوستای خود گفتم که چه خصوصیاتی داشتن می باشن. اگر خوب بود، صداقت داشته بود، وفادار بود، مهربان بود. بله، رازدار بود. این کسا را پیش خود نگاه میکنیم تا آخر امرش هستیم. اگر خدای نخواست دوست ما بد بود، ما را بدرو میکرد، از درس خواندن ما را میماند، یا مثلا برای ما کارهای بدن یاد میداد، یا تهمت زدن یاد میداد، خلاصه کارهای بدم از دوستای خود دوری میکنیم و اول برش میگیم که فلانی جان، خب تو اگر مثلا کلمه قسم خوب باشی، اگه کار خودت ترک کنی، امرای دوست میباشم. اگه خدای نخواست ترک نکنی، ام قسم دامه بتی دیگه، من دیگه دوست نمیباشم. شکو خرج از مریم. بله. من بیالی یک تصمیم گرفتم. خب. باز تصمیم گرفتی بگو. یک برنامه ریزی خوب میکنم. خب. که هم در شایم خوب برشم. خب. و هم کتی دوشتایم باشم. بسیار عالی. و دیگه کتی من گب نجنم، من کتی شما گب نجنم. چی؟ نارنجی؟ باز؟ هیچ هم تو. نارنجی شوخی میکنه. ما گفتم که یک برنامه رو کامل در مورد دوستی گپ زدیم، در مورد خصوصیات دوست خوب گپ زدیم. نارنجی فامید دوستای خوبش کیس؟ بازم این قسم شد. خب فامید رو میخواستیم شما رو آجار بتم. من نمیفهمم شما. بله. بله خوب است که هم نارنجی فامید هم تمام دوستای عزیز ما. بله. تشکر از دوستای نازنین ما که تا ایدن با ما بودن و برنامه‌شون رو تماشا کردن. امیدوارم که از موضوعات امروز ما برداشت بسیار خوب کرده باشن. دوستای عزیزم تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.